درود بچه ها ما باید این آکوردار رو خوب بشناسیم چرا؟ مثلا یه جا طرف اومده تو آهنگ مثلا فرمرز اصلانی اومده یه لا مینور سل ماجور فا ماجور می ماجور بعد یه آهنگ دیگه میبینی بازم لا سل فا میه میگه آخشون بازم لا اسپانیش میبینی اه می ماجور می مینور گرفته اگه میشه آرش تو که گفتی که مثلا لا سل فا می ماجور درسته گفتی لا مینور دیگه ماجور این چرا پس آخری مینور گرفته شما اینجا باید یک گامو بشناسیم دو آکوردو بشناسیم. پس بریم بقیهش گوش کنیم مینور ماژور اول بچه ها بریم سراغ ماژور بچه ها ما میگیم ماژورا درجه یک به سه یعنی فاصله اون نوت اولی کلیدمون تا نوت سوم که میشه درجه بعدیمون باید بزرگ باشه بعد درجه سومیه به اون پنجمی باید کوچولو باشه بزرگ و کوچک منظورمون چیه بزرگ یعنی چهار فرت یا دو پرده کوچیک یعنی سه فرت یا یکونین پرده بچه من چرا با پرده از اول صحبت نکردم با فرت دارم صحبت میکنم چون ما گیتاریستیم پیانیست هم همینطور بچه ما کلاویه داریم پرده نداریم که چون تو پیانو هم هر دوتا کلاویه میشه یه پرده می مثل گیتار که هر دو فرت میشه یه پرده این موزل ما همشه داریم ما کلاسیک نوازیم بنابراین در مورد فرت و کلاویه صحبت کنی خیلی راحته ببخشید راست اینجا یه اسخای کوچولو بکنم بابت پیانو که هنوز نگفتم بچه ها پیانو رو تو اون آخری محله موقع آکورد سازی میگم فعلا دارم تئوری رو میگم فرق نداره پیانو گیتار یکیه و اگه ساز دیگه ای دارین یکیه خب بریم حالا سراغ این که مینور چجوری ماژور چجوری گفتم ماژور یک به سه بزرگ چهار فرد چهار تا کلاویه مثلا ولی سه به پنج سه تا فرد سه تا کلاویه خب اینجوری ساخته میشن میگیم الان بهتون میگم مثلا می همون آسونه می رو میخوام اول فاصله بزرگش رو پیدا کنم می تا فا چند تا فرته میگی از کجا بدونم از اون دایره ها. همه جا دایره آرش آرت فروش اون دایره رو حفظ کنیم تمام نصف تئوری رو یاد گرفتیم اینجوری بهتون میگم انقدر جالبه می تا فا یه فرته استثناء بود مسی می تا فا یه فرت فا تا سل دو تا فرته تا الان شد چند فرت سه فرت ولی ما توی ماژورها گفتیم فاصله یک به سه باید چهار تا فرت باشه الان شده سه فرت الان میگه آرش خب چیکار کنیم آها پیانیستا میریم رو کلاوی سیاه بعدی گیتاریستا میریم فرت بعدی بعد از سل چیه بچه ها؟ سل دیز پس می ماژور سلش اینجوری میگیم میماژور سلش دیزه چون میدونیم میمینور و میماجور جفتشون می سل سی دارن ماجور سلش دیزه خب حالا همینجا میرم سراغ مینور دیگه ماژور رو تموم نمی کنم اینجا نکته مینورم هم بهتون بگم مینور کوچولو مگه نبود یه کنیم پرده یا سفرتی مگه نبود سه کلاویه مگه نبود دیگه مینور نیازی نیست بری رو سل دیز همون سله پس اینجا فرق مینور و ماجور مشخص شد می مینور سل داره می ماجور سل دیز داره حالا درجه سه به پنج چی؟ سه به پنج توی بحث ماژور چون سول دی شده از سول دی حساب می‌کنیم بچا نه اشتباه کنین از سل حساب کنین از سول دی اس تا سی ما صفرت می‌خوایم سه کلاویه می‌خوایم میگیم سول دی تا لا یک فرت یک کلاویه لا تا سی هم دو تا شد سه تا تموم شد سی سالم و سلامت در مورد می چی من میگم می مینورم سلامته میگه آ کجا فهمیدی واسه اینکه مگه سول نبود سول دیز نشد دیگه سول شد حالا بزرگ میخوایم اون بزرگه مگه چهار فرت چهار کلاویه نبود همین الان درست شد ما سول داریم از سول تا لا دو تا لا تا سی هم دو تا. پس سی جفتش سالمه پس یه تفاوت کوچولو این دوتا با هم دیگه دارن می مینور و می, می ماجور سول و سول دیز بچا خواهش اینو الان یه جا بنویسینش برای اینکه ما الان میخوایم بریم تو ویدیو بعدی و تو دسته گیتار اجراش کنیم گیر میکنیم یه خب ادامه بدم بچا لامینور و لاماجور هم میخوام براتون تحلیل کنم بعد بریم سراغ ساختشون رو گیتار رو یه ذره پیچیده تنش کنیم پیچیده تر که نه یعنی بهتون میگم چجور رو گیتار ساخته میشه این چقدر ساده است اتفاقا حلش کنیم معمول لامینور بود لا دو حسابش کردیم خب نوتاش بود لا دو حالا لامینور باید کوچولو باشه لاماجور باید بزرگ باشه کجا یک به سه و سه به پنجاشون هم همینجوری اول بریم سراغ لا ماژور مثل قبلی لا ماژور لا تا سی چند تا فرت بچه دو تا فرت سی تا دو ا مسی استثناء یه فرتیه پس شد سه تا فرت بازم درد سر دیز اینجا داریم با لا رو هول بدیم بره جلو چون بعد جاییه پس لا ماژور لاش دیزه و وقتی هولش بدی بره جلو فاصلهش اونور با نوت بعدیش کمتر میشه حواستون باشه یعنی الان دو رو هل دادیم شد دو دیز حالا ببین تا می چقدر فاصله داره دو دیز یه دونه بعدش میشه ر و دو تا فرت بعدی میشه می سه تا پس اینجا هم درسته چون بود 4 3 4 3 ماژور چهار فرت 3 فرت 4 کلاویه 3 کلاویه 4 تا اول دو دیز بعد از دو دیز که بخوای بری رو می میشه سه فرت پس لا ماژور شد لا دو دیز می درست بریم سراغ لامینور همینجا بهتون میگم چه لا دو می نه رو اون قبلی ها اینا شیبه هم نیستن اینجوری نکنیم بگه این اون قبلی نه حساب کن دیگه لا تا دو سه فرته دو تا میام چهار فرته بر طبق اون دایره این هم از لا مینور لا ماجور حالا یه آکورد سخت مثال بزنم بقیه رو بسپرم به خودتون اوکی فقط هم ساده رو اینجوری درست کنین دی به رو نمیخواد درست کنین دیگه بقیه همه کپیه دیگه واسه همه سازا اینجوریه یه آکورد سختم بگم بعد برم سراغ گرفتنشون روی رو گیتار این آکورده از همه سختر مثلا ساختنش روی گیتار تو این ساده ها آکورد سی ماجور و سی مینور میخوام تمام اون شباهت رو بزنم کنار که نه نا... رو هم دیگه اینا رو کپی کنید فکر کنید همه مثل همه قواعد همونه ولی بعضی وقتا اتفاقا خاصه حالا سی رو اول بیاییم فاصله هاشو بده کنیم سی دو ر پس نوت بعدی ر دو رو حذفش میکنم سی دو ر دو میشه میشه سی و ر بعد می می رو حذفش میکنم درجه چهارمه میرسم به فا فا رو نگه میدارم پس سه تا نوت داریم سی ر فا این شد سه تا نوت سی ماجور و سی مینور حالا ماجور و مینور ماجور و مینور و حتی آکورد سی اینجا یک تفاوت جالبی داره الان میریم میرسیمش خیلی راحت سی تا دو میشه یک فرت دو تا ر دو فرت پس سی و ر تشکیل سی مینور میدن اگه بخوایم ماژورش کنیم ر رو بعد بکنیم دیز همینجا فهمیدیم دیگه دیگه الان راحت تر میگم چون دیگه تا الان متوجه شدن چه اتفاقی داره میفته باید 4 فرد باشه توی ماژور پس توی ماژور میشه دیز خب توی سیمینور میشه ر حالا از ر تا فا رو چجوری حساب کنیم ار ر تو بخش مینور اگه بخوام ار ر برم به سمت فا میگم ر می فا ای. شد سفرت که اینجا شد فا دیز فا رو مجبوریم دیز کنیم پس فامون هم رفت جلو درجه پنجم هم دادیم جلو پس درستش اینه سی مینور میشه سی ر فا دیز درجه پنجممون دیز شد سی ماجور چی؟ سی ماجور هم میشه سی ر دیز و حالا چند فرت می سه می میخوایم. ولی بازم از ر دیز که بریم میشه می فا فا دیز پس سی ماجور هم فا دیز پس بنابراین درستش اینه آکورد سی میشه سی ر و فا دیز حالا اگه مینور باشه سی ر فا دیز. اگه ماژور باشه سی ر دیز, دیز این نکته آکورد سی ماژور و سی مینور بود که جالب متوجه شدیم که از درجه پنجمش کلا فا دیز کلا فا دیز اصلا فا وجود نداره تو سی فا دیز. این کلید ماجراست بچه‌ها تو آهنگ هم خیلی به درد می‌خوره توی گام سی مینور ر ماژور میرسیم بهش عجله نکنید <applause>